سخنرانی دکتر طارق الهاشمی نایب رئیس جمهور عراق. وضعیت در عراق: دیکتاتوری، بحران‌ها و مداخلات رژیم ایران. کنفرانس در بروکسل به ریاست استرون استیونسون، رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا، 16 اکتبر 2013، 24 مهر 92. سخنرانی های نخست وزیر سید احمد غزالی، لورد مگینس، استاندار ایو بونه، پاولو کازاکا، تاهر بومدرا، پروفسور ریمون تنتر و سرهنگ وسلی مارتین. تلویزیون التغییر گزارش داد دکتر طارق الهاشمی نایب رئیس جمهور عراق در بروکسل با برنارد کوشنر وزیر خارجه پیشین فرانسه دیدار کرد. وی در این دیدار بر توقف دخالت‌های رژیم ایران در عراق و پایان دادن به قتل و آواره کردن مردم عراق تاکید کرد. به گزارش تلویزیون بغداد، دکتر طارق الهاشمی طی سخنانی که در بروکسل مقر پارلمان اروپا ایراد کرد درباره پرونده نقض حقوق بشر در عراق و پرونده های سیاسی و امنیتی صحبت کرد. وی گفت جنایتکاران در تمامی استانهای عراق دست به انفجار میزنند، در حالی که بسیاری از بیگناهان در بازداشتگاه ها زندانی هستند. تلویزیون عراف دین گزارش داد دکتر طارق الهاشمی در جلسه‌ای در بروکسل مقر اتحادیه اروپا در رابطه با مهمترین چالش‌ها در عراق و به ویژه درباره نقض حقوق بشر و موج اعدام‌ها و انفجارها سخنرانی کرد. سلمان الجمیلی رئیس فراکسیون العراقیه در پارلمان عراق به تلویزیون الحره گفت فراکسیون او همچنان طارق الهاشمی را نایب رئیس جمهور به شمار می‌آورد و احکامی را که بر اساس اعتراف‌های ساختگی و تحت فشار و شکنجه علیه او صادر شده است به رسمیت نمی‌شناسد. صوت العراق گزارش داد دکتر طارق الهاشمی نایب رئیس جمهور عراق در کنفرانسی در بروکسل با حضور شخصیت‌های سیاسی و پارلمانی گزارش مفصلی را از مشکلات هزاران عراقی بیگناه که برای سالیان طولانی در بازداشت بوده‌اند ارائه داد. طارق الهاشمی همچنین در یک کنفرانس مطبوعاتی اسناد و کلیپ‌های ویدئویی را به نمایش گذاشت که دست داشتن مالکی و دفترش در شکنجه و نقض خطرناک حقوق بشر را به اثبات می‌رساند و اینکه چگونه طارق الهاشمی اولین کسی بود که در دوره اولی که نایب رئیس جمهور بود در سال 2006 تا 2010 در یک دیدار تاریخی از زندان تصفیرات در رصافه و اداره اصلاح وارد زندان‌ها شد. عملی که مالکی را شدیداً خشمگین کرد تا آنجا که بعداً به جعل پرونده برای هدف قرار دادن او و تلاش برای کنار گذاشتن او از روند سیاسی پرداخت. در ادامه گزارش صوت العراق آمده است آقای طارق الهاشمی مورد توجه و استقبال زیادی قرار گرفت، چرا که اولین مسئول عراقی دارای یک منصب بالاست که مهمترین تجاوزات نوری المالکی و ارگانهای امنیتیش به حقوق مردم عراق را افشا کرد. و در اینجاست که نقش آقای طارق الهاشمی که با رأی صدها هزار نفر از رأی دهندگانی که از تلاشهایش حمایت می کنند به قدرت رسید و هنوز هم در بطن روند سیاسی قرار دارد بارز می شود. روند سیاسی که مردم عراق قیمت زیادی برای شفافیت و روشن کردن واقعیت‌های آن پرداختند. That's why I'm so delighted to give the floor to the Vice President of Iraq this evening. Thank you very much. Thank you very much, my dear Mr. Stevenson.
I think his brief analysis of the current situation in Iraq could substitute my lengthy speech on Iraq. But I am really admire and very much encouraged that European Union, European Parliament, in the capacity of the Foreign Affairs Committee, in the capacity of Mr. Stevenson and others, keeping eyes open on the disastrous situation in my country. And hopefully this is going to pave the way towards assisting Iraqi people to get rid of a new form of dictatorship and to restore my country, putting it into the right course of building real democracy. Honorable guests, thank you very much for coming. Ladies and gentlemen, let me first express my sincere thanks for you all for the concern about the situation in my country, inviting me to speak to you proves your objectivity to seek evidence and listen to all parties involved in the crisis, and not only listen to the official view of the government, which firmly holds power and media in Iraq. I am here today to tell you about what's really going on in my country. I want to share with you some of the horrible facts that you cannot find in your daily newspapers or media channels. It is no secret anymore that Iraq is now held hostage by the current Prime Minister and its ruling party. Our experience with this government has dashed all hopes that Iraq will become a fully functioning democracy based on the rule of law. As you all well know, that terrorism exists in many parts of the world. Why it is increasing in Iraq, despite of huge allocated budget for the security? Terrorism expands where there are feeding elements like poverty, corruption, injustice, and sectarian discrimination. I will show you how al-Maliki helps the spread of terrorism in my country. I am not exaggerating if I say that Iraq has never witnessed in its modern history a government as worse as the current one. After 8 years under the government of Nouri al-Maliki, Iraq has been deteriorating in public services, social justice, transitional democracy, development, judiciary, national peace, security, and last but not least, foreign policy. Al-Maliki has not only become a threat to the future of Iraq, but also a danger to the unity of the country and the stability in the region. Ladies and gentlemen, because of the time tight limit, I will be very brief, and I will be pleased to provide you with detailed information afterwards or answer any question in your mind. I can only mention now some issues about human rights, security, governance, and foreign policy.